بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما محصلین عزیز، سید محمد کاظم رجایی هستم، در تدریس مضمون اساسات کامپیوتر یا فاندامنتال اف کامپیوتر خدمت شما قرار دارم. در این درس به سلسله درس های قبلی ما و شما باز هم راجع به اسکی کد یا اسکی کد یا جدول توسعه یافته کد های اسکی ما و شما بحث میکنیم. خب که شما در ختم این درس باز هم کدهای کدگذاری کامپیوتر یا سیستم های کدگذاری را باید تعریف کرده بتانین و سیستم کدگذاری توسعه یافته اسکی را باید شرح داده بتانین. خب در جدول توسعه یافته اسکی یا اکستندد اسکی نوعی از کدهای کودینگ سیستم است یا سیستم کدگذاری هست، اما شکل توسعه یافته آن که خودش مخفف از Extended American Code for Information Interchanges، مخفف قبلی به نام American Code for Information Interchange بود و تنها کلمه Extended در شروع علاوه شده. خب مثل که از نام این سیستم یا کودینگ سیستم مشخص هست، این تعداد حروف ها یا علائم یا رقم ها یا در مجموع کرکترها را کودهایش یا رمزهایش بیشتر نشان میده، یعنی کودهای بیشتر ترتیب میکنه. ما شما در اسکی کود در قسمت اول یا در نمونه اولش داشتیم دو به طاقت افت نو علائم ارقام و حروف کودگذاریش نشان میداد، اما شکل اکستندد یا وسعت یافته اسکی کود دو به طاقت 8 یعنی مساوی به 256 نو ارقام و کرکتر و علائم کودگذاری میکنه که حتی ترتیب هم در این در نظر گرفته شده و ترتیب حروف انگلیسی، حروف کلان و کوچک و تبدیل حروف کلان و کوچک به صورت کل اینا در نظر گرفته شده. شما در این جدول میبینین که در اینجا تنها شکل کد خود حروف است و کد شکل چی است؟ دسیمالش است. شما تنها دسیمالش را میبینین و اگر خواسته باشین که به هگزادسیمال و اوکتال و باینری تبدیل کنین، باز شما میتونین به کمک طریقایی که ما در ویدیو قبلی هم بر شما تدریس کردیم، شما میتونین به کمک از او ویدیو این بخش باز چی کنین؟ کار کنین، تبدیل کنین سیستم ها را به یکی دیگر. شما ببینین تا 255 نو کرکتر در اینجا ذکر شده و شما ای از 65 شروع میشه و حرف کوچک الف بای انگلیسی کودش از 97 شروع میشه. خب در جدول کودهای اسکی یا شکل پیشرفته اسکی یا اکستندد یا شکل توسعه یافته اسکی، کودهای از 0 تا 31 وظیفه خاص هست، مانند کنترل ماشین چاپ کود 212 است. شما ببینید از چند؟ از 1 تا 31 اینجا خالی است. تا 31 هم میبینید و 32 تا 31 که وظیفه خاص داره. صدا آوردن زنگ کود افت است. رفتن به سطر جدید کود 13 است و همچنان استفاده از کلیدهای اروکی در کیبورد که است، اینا کودهایش از 24 الا 27 است، اینا را مهیا میکنه. و دیگه کودهای 48 تا 57 ارقامی از 0 تا 9 است. از 48 تا 57 اینجا ببینین، از 48 تا 59، 48 تا 59، 48 خود 47 از 47 صفر است، 48 یک از دو هست، بالاخره 56 نو هست. خب و
ارقام از 0 تا 9 را تمثیل میکند، کد های 65 تا 90 حروف خاص را تمثیل میکند که مجموعه حروف است که توسعه یافته را تشکیل میده. مکمل این جدول که شما میبینین تمام حروفی که شکل پیشرفته است که کد نشان میده ما و شما در این جدول داریم. و چطور شما میتونین که مستقیما چطور مثال است که کد حرف ای را یک مساوی به 65 است، شما چطور او را تبدیل کرده میتونیم؟ ما نمیتونیم که مشخصا حرف ای را یا کد خود ای را محاسبه کنیم، اما ما میتونیم که کد ای که به دسیمال 65 است، ما میتونیم که 65 به دیگه سیستم ها به شکل باینری، هگزادسیمال و به شکل اوکتال تبدیل کنیم. خب شما اینجا باز هم یک حرف میگیریم به خاطر محاسبه کردنش، حرفی ای کوچک میگیریم که 97 است، یا یک حرف دیگه را در نظر اگر بگیرین شما حرفی کوچکتر باشه، زیاد بزرگ نباشه، کلمه مثبت میگیرین، چه علامه مثبت، مثبت که است 43 هست. ما چطور میتونیم که عدد 43 را محاسبه کنیم به شکل اسکی که کد مثبت هست 43؟ خب شما ببینین شکل دسیمال مثبت شکل دسیمالش چند است؟ دسیمال مساویس به 43. و این حال اینجا تنها نمی 43 رو برای ما نشان داده، ما چطور باینری از رو پیدا کنیم؟ باینری وجود نداره، سیز باینری وجود نداره و همچنان هگزا دسیمال هم وجود نداره و اوکتال هم وجود نداره. خب شما از طریق بسیار ساده، از طریق تجزیه هم استفاده کرده میتونین در این قسمت عدد هم میگذاریم 43، در این قسمت حاصلشه و در این قسمت هم ریمایندره، سیز؟ خب 43 باید تقسیم دو شده به 22، اولی به باینری تبدیل میشه، وقتی به باینری تبدیل شد باز ما میتونیم به سادگی به هگزادسیمال و اوکتال تغییر بدیم. 4 رو به 2 میتیم 2، 3 رو به 2 میتیم 1، 1 باقی میمونه، سیز؟ خب بعد از او باز هم به 2 قابلیت تقسیم داره، 21. خب دو رو به دو میتیم 1، یا اگر گفته میتونیم که خود 21 مستقیم به دو هم میتونیم شما دهی بتون ده، همه 1 باقی میمونه، سیز؟ و باز هم ده رو میتونیم به دو بتون 5، 0 باقی میمونه، و 5 میتونیم به دو بتون 2، 1 باقی میمونه، و دو رو بتون به 2، 1، 0 باقی. خب این حال از راست به چپ 1 1 0 1 1 1 0 1، این حال باید چون 8 بیت پوره شده 0 1 0 1، این حال دو تا 0 که اینجا بانیم هیچ تغییر وارد نمیشه مگر به خاطر که 4 بیت ما را تکمیل کنم. خب این تبدیل شد به باینری. این حال زمانی که شما به باینری تبدیل کنین به هگزادسیمال و اوکتال بسیار ساده تبدیل میشه، از باینری به هگزادسیمال و اوکتال بسیار به سادگی. خب به هگزادسیمال اگر تبدیل میکنیم هر بیت جدا در نظر میگیریم، ببینین 0 0 1 0، توان از 0 شروع میشه، 1 2 3، تا یک قسمت ما 0 است،
این قسمت یک ضرب دو و طاقت یک است. پس این دو است. اینی مساوی میشه به دو. مساوی میشه به چی؟ به دو. خب ما و شما باید اول اینی را محاسبه کنیم، بعد از اوی فرق نمی کنه. قبل از این باز یک در نظر میگیریم. یک صفر، یک یک. توانش صفر، توانش یک، توانش دو، توانش سه. دو یک ضربه. یک ضربه دو به طاقت سه جمع. این صفر بشه. یک ضربه دو به طاقت یک جمع. یک ضربه دو به طاقت صفر. این مساوی به چند بشه؟ دو به طاقت سه هشت. صفر میشه پس هشت جمع دو ده. ده جمع یک یازده. یازده. پس ما نشته کرده میتونیم که شکل هگزادسیمال از یز یازده دو، یعنی دو سدو یازده شکل هگزادسیمالش هست که زیادتر باید باشه چون ضرب میشه و قاعده شانزده هست. این حال اگر بخواهید که این را به اکتال تبدیل کنین، شکل اکتالش هم بسیار ساده هست. اینه میره سه سه خانه جدا میکنیم. صفر صفر یک صفر، یک صفر یک یک، سه خانه به این شکل. خب اولی قسمت ضرب میزنیم، توانش دو هست، صفر هست، هیچ. توانش یک است. یک ضرب دو و طاقت یک جمع. یک ضرب دو و طاقت صفر مساوی به چند میشه؟ دو یک. دو یک میشه سه. سه است. بعد از این قسمت هم این را ضرب میزنیم. توانش صفر است، توانش یک است، توانش صفر است. صفر هیچ. و این قسمت را ضرب میزنیم که یک ضرب دو و طاقت یک مساوی میشه به چند؟ دو. و بالاخره صفر سیست. باقی مان صفر صفر. یه هم صفر است. شما از راست به چپ نشته میکنین سه دو. این شکل اکتال از این میشه 23. این چون قاعده از هشت است، اکتال نسبت به 43 باید کم باشه. درست است؟ خب به این شکل شما میتونین که اینا را تبدیل کنین. در جدول میبینین تمام شکلهایی که وجود داره شکل از لحاظ اسکی، شکل اکستندد اسکی در اینجا ذکر شده مکمل تا 255. و من پیشتر براتون گفتم که شکل اکستندد یا شکل توسعه یافته سیستم کدگذاری اسکی میتونه دو به طاقت هشت اینی قدر تعداد اعداد، علائم، حروف ها و کرکتر ها را در مجموع میتونه کدگذاری کنه. دو به طاقت هشت اگر شما ضرب بزنین دو دو چار، چار دو هشت، هشت دو شانزده، شانزده دو سی و دو، سی و دو دو شست و چار، شست و چار یک سدو 28. دو 128 میشه 256. 256 تا حروف، اعداد، علائم یا علامه های خاص شما میتونین که با استفاده از extended، با استفاده از extended American code for information interchange میتونین که علامت گذاری کنین یا علامت گذاری شده گزارش شده که اینا ترتیب هم در نظر گرفته شده که مثلا شما حروف بزرگ و کوچک انگلیسی رو میبینین که ترتیبش به صورت ترتیب در نظر گرفته شده. صحیح. دیگه درس شکل یا جدول کدگذاری اسکی به شکل توسعه یافته یا شکل توسعه یافتهش در همین قسمت ختم است و ادامه درس ها را انشاءالله ما و شما در ویدیوهای بعدی تعقیب میکنیم و ما و شما فقط
خواندیم که شک جدول توسعه یافته کدهای اسکی چه نوع جدول است و چه تعداد علایم اعداد و حروف ها را میتونیم که میتونه کد گذاری کنم و همچنان تبدیلش تبدیل یک از حروف که عبارت از علامه مثبت است ما و شما کار کردیم. تشکر از توجهتون. درستان در میجه ختم است.